دعای همیشگی دولتمندان و رسانه های دولتی انگلیس این است که سلطنت در انگلستان فقط یک نهاد تشریفاتی است و رسماً هیچ قدرتی ندارد. آنها میگویند تصمیم گیرنده اساسی در همه جنگ ها و کودتا ها دولت ها و پارلمان است. لابد در مورد قتل پرنسس دایانا هم دولت و پارلمان تصمیم گیرند. اما روی کاغذ، جایی که قانون ها نوشته شده، واقعا ملکه چه قدرت هایی دارد؟ الهگان عشق میکشند، برخی با تیر، برخی با تله. فصل ششم، هیاهوی بسیار برای هیچ. والها، ماهی های خاویار، بوهای زیبای سفید، مردان بالغ انگلیسی، قوانین پارلمان، ارتش، هیئت وزیران، این ترکیب نامتجانس در چه چیز مشترک هستند؟ در اوایل قرن 21 حکومت انگلستان اعلام کرده 80% مردم انگلیس طرفدار سلطنت هستند. سال 2005 این آمار به 65% رسیده بود. اما هنوز هم ملکه محبوب به شمار می رفت. چرا؟ دستان پاک محبوبیت هم می آورد. ملکه که هیچ کاری را خودش به صورت مستقیم انجام نمی دهد و همه کارها را دیگران انجام می دهد. بنابراین ملکه همچنان محبوب است. اما جایی که قوانین نوشته شدند، قدرت ملکه کمی بیشتر از این حرف است. زنی که در این کاخ نشسته از نظر قانون رئیس قوه مجریه انگلستان است. دولت، حسوزیر و همه وزیران دیگر در واقع وزیران ملکه هستند و همگی تنها با تایید او وزیر می شود. در واقع انگلیس هیچ سندی به اسم قانون اساسی ندارد. هر قانونی در صورتی که مجلس عوام از تصفیه بگذراند قانون رسمی می شمارد. اما حتی همین قانون پارلمانی هم بدون تایید ملکه بی‌اعتبار است. به جز انگلستان فقط نیوزیلند و رژیم صهیونیستی تنها کشورهای جهان هستند که قانون اساسی ندارد. ملکه در قوه مقننه نیز نقش دارد. تمام قوانین کشور فقط در صورتی معتبر است که ملکه آنها را امضا کرده باشد. ملکه همچنین این اختیار را دارد که پارلمان را هر وقت صلاح بداند منحل کند و انتخابات جدیدی ترتیب دهد. نیروهای هوایی، زمینی و دریایی ارتش انگلیس نیروهای ملی نیستند، بلکه با عنوان نیروی هوایی سلطنتی، نیروی دریایی سلطنتی و نیروی زمینی سلطنتی فعالیت میکنند. همه این نیروهای نظامی تحت امر ملکه هستند و در وهله اول حافظ تاج و تخت به شمار میرفت. حتی انگلیس سرود ملی هم ندارد. سرود ملی انگلیس دعای سلامتی ملکه است. قدرت باکینگهام فقط به قوای مجریه مقننه و ارتش محدود نمی شود. در قوه قضایی هم ملکه می تواند هر یک از محکومین قضایی را عفو کند. و اگر ملکه کسی را عفو کرد، هیچ قاضی در هیچ کجای انگلیس حق تجدید نظر ندارد. اما باز هم این همه قدرت ملکه نیست. هر گونه دستور جنگ و صلح نه با تایید پارلمان، بلکه با فرمان ملکه انجام می شود و هیچ مقام دیگری در این باره صاحب اختیار نیست. به رسمیت شناختن کشورها و رژیمهای جدید هم فقط توسط ملکه انجام می شود و وزارت خارجه در این باره فقط سخنگوی ملکه در اعلام نظر همایونی است. هیچ پیمان بین المللی بین انگلیس و هیچ کشور دیگری بدون اجازه ملکه نباید منعقد شود.
ملکه این قدرت را دارد تا یک سرزمین خارجی را به عنوان خاک انگلیس اعلام کند و دولت باید دنبال تحقق آن باشد. حتی قدرت دخالت در روند صدور گذرنامه برای شهروندان و اجازه خروج و ورود ایشان به انگلیس نیز در حیطه اختیارات ملکه است. اما بازم اینها پایان اختیارات ملکه نیست. نشانهای افتخار فقط با نظر ملکه اعطا می شود. ملکه رهبر دینی کشور است. عالی‌ترین اسقفان با دستور ملکه اصل و نسب می شود. حتی همه والها، ماهی‌های خاویار و انواعی از قوهای داخل انگلیس در مالکیت ملکه قرار دارد. 120 هزار هکتار زمین کشاورزی و تمام سطح کف دریای اطراف انگلیس متعلق به ملکه است. مردان بالغ انگلیسی در صورتی که ملکه دستور دهد باید فورا خودشان را به خدمت در نیروی دریای انگلیس معرفی کنند. رسانه بی بی سی که قدرتمندترین رسانه سمی بصری در انگلستان است زیر نظر ملکه کار می‌کند. بی بی سی هرچند خودش را رسانه مستقل می‌داند، اما مدیر عامل این رسانه توسط یک هیئت موسوم به بی بی سی تراست که شامل هیئت مدیره متشکل از 12 مدیر است انتخاب می‌شود. این 12 نفر توسط ملکه منصوب شده و علاوه بر انتخاب مدیر عامل، سیاست گذاری های کلان رسانه ای را نیز رهبری می کند. از سوی بی بی سی هر 10 سال مجوز کار خود را که نوعی فرمان سلطنتی است به تایید ملکه می رسد. یعنی ادامه کار حیات بی بی سی متکی به اجازه ملکه است. اما ریشه این اختیارات گسترده در کجاست؟ بنا به قوانین انگلیس ملکه واجد 2 صفت است. اولی که ملکه معصوم است. او اساسا قادر به اشتباه نیست. مقام سلطنت انگلیس هرگز دچار اشتباه نمی شود و رسما معصوم می شود. هر اشتباهی صرفا اشتباه دولت و پارلمان و ارتش است و این آنها هستند که باید پاسخگو باشند. دومی که مقام سلطنت محدود به چارچوب‌های قانونی مصوب مجلس است. مجلس فرودست ملکه است، نه فرادست ملکه، و فقط در شرایط خاصی پارلمان میتواند چارچوبی را برای ملکه تعیین کند. البته باز هم در شرایط اضطراری ملکه میتواند بدون مشاورت با وزیران دست بر اقدامی که صلاح دید بزند و به هیچ مقامی پاسخگو نیست. این حجم از اختیارات متعلق به ملکه کشوری است که خود را نماد دموکراسی و حاکمیت مردم می‌داند.